برای ویدیوی امروز کمی از آنوناکی فاصله میگیریم تا درباره لیلیت صحبت کنیم. لینک ویدیوی قبلی ما درباره داستان لیلیت هم این بالاست و هم در بخش توضیحات همین ویدیو. اما خلاصش اینه که بر اساس روایتی متفاوت از داستان آفرینش، لیلیت اولین زنی بود که با آدم خلق شد. اما کمی بعد از باغ آدم فرار کرد و حوا به عنوان جایگزین اون و همسر آدم وجود پیدا کرد. اگه هنوز مشترک شبکه ما نشده، یادتون نره روی دکمه سابسکرایب کلیک کنید و مشترک بشید. برای اینکه درباره لیلیت بیشتر بدونیم، ما این کتاب رو پیدا کردیم. نخستین خواهران لیلیت و حوا. لیدی اشتون نویسنده کتاب معتقد به چند خدایی و زنان روحانی ارشد یکی از آیین‌هایی هست که لیلیت رو از ایزدان خودشون میدونن. لیدی اشتون اول از همه به حضور مار در بیشتر آثاری اشاره میکنه که درباره لیلیت و حتی حوا وجود داره. طبق داستان سنتی آفرینش، مار حوا رو فریب داد تا میوه درخت دانش رو بخوره. یه روایت اینه که اون مار در واقع لیلیت بوده که به شکل مار در اومده بود. خود لیلیت هم در بیشتر تصویرسازی هایی که ازش شده دست کم یه مار کنارش داره. یه طرف داستان لیلیت به اینانا از خدایان سومری رب پیدا میکنه. اینانا از ایزدانی بود که حدود 3-4 هزار سال قبل از میلاد مسیح در منطقه میان رودان پرستیده میشدن و اگه ویدیوهای قبلی ما رو درباره آنوناکی دیدین، رابطهش در سلسله مراتب آنوناکی اینطوریه که اون دختر سین یا نانا پسر انلیل بود. یعنی انلیل پدر بزرگ اینانا میشه. سعی میکنیم در ادامه داستانهای مربوط به آنوناکی حتما سراغ اینانا هم بریم، اما برگردیم به لیلیت. لیدی اشتون لیلیت رو ایزدی با 10,000 اسم میدونه که در فرهنگ ها و باورهای مختلف حضوری دائمی داشت و زنان اساطیری فرهنگ های مختلف رو به هم ربط میداده. از جمله بریجید، ایزد بانوی سلت ها یا کلت ها در ایرلند، ملکه بودیکا در انگلیس که حدود 60 سال قبل از میلاد مسیح علیه امپراتوری روم قیام کرد، یا کمی نزدیکتر به امروز سن جوان دختر 18 ساله که فرمانده ارتش فرانسه در جنگ با انگلیس در قرن 15 میلادی بود و بعد به دست انگلیسی ها بازداشت شد و اونو زنده سوزوندن. برای اینکه داستان این زنها با لیلیت یکی نشه، توی ویدیوهای بعدی حتما دربارشون صحبت میکنیم و لینکاشون اینجا اضافه میشن. نشانه های از لیلیت به عنوان ایزد چند خدایان در داستان سن پاتریک از شهرهای مقدس ایرلند هم دیده میشه. یکی از روایت های مقدس معتقدان به سن پاتریک اینه که اون برای 40 روز روزه بود و بالای یه تپه مشغول عبادت. در این فاصله مارهای ایرلند بهش حمله میکردن و اون برای اینکه بتونه به راحتی به عبادتش برسه، همه اونها رو به دریا میرسه و اینطوریه که الان هیچ ماری در ایرلند وجود نداره. از اونجایی که به خاطر جزیره بودن ایرلند هیچ وقت هیچ ماری در اونجا نبوده، اینطور استنباط میشه که مارهای داستان سن پاتریک نمادی از آیین‌های چند خدایی هستن و اشاره ای داره به لیلیت، یکی از ایزدان مقدس چند خدایان، اینکه سن پاتریک طوری مسیحیت رو تبلیغ کرده که آیین‌های دیگه پیروانشون رو در ایرلند از دست دادن. اما در اساطیر عبری روایت های مختلفی درباره لیلیت هست. رافائل پاتای در کتابش به اسم ایزد بانوهای عبری به تعدادی از این روایت ها اشاره کرده. از جمله اینکه لیلیت قبل از آدم خلق شده بود و درست ترش میشه در روز پنجم از 6 روز خلقت. توی یه روایت دیگه اومده که خدا بعد از خلقت آدم لیلیت رو هم به همون شکل خلق کرده، با این تفاوت که وقتی میخواسته از زمین خاک برداره، به دلیلی که بهش پرداخته نمیشه، به جای خاک پاکی که ازش آدم رو درست کرده بود، این بار از خاک ناخالص و کثیف زمین برمیداره. همونطور که میشه از این روایت حد زد، موجودی که از خاک ناخالص خلق شده در نهایت موجودی بدکار و شریر میشه. البته این روایت محل بحثم بوده، چون اگه کسی به خدایی که از همه چی با خبر هست اعتقاد داشته باشه، طبیعتاً نمیتونه مدعی بشه که خدا میدونسته و از روی عمد لیلیت رو با ذاتی بدکار خلق کرده. اما روایت سوم اینه که خدا آدم و لیلیت رو در قالب یک موجود خلق کرد، یعنی هر دو یک موجود با ابعاد زنانه و مردانه بودن و بعداً از هم جدا شدن. یه روایت دیگه هم اینه که لیلیت اصلا از جنس آدم نبود، بلکه وجودی ایزدی بود که به اراده خدا از هیچ به وجود اومد و مثل آدم جنسش از خاک نبود.
یه نکته مشابه در همه این روایت‌ها اینه که وقتی آدم و لیلیت در کنار هم زندگی در واقع عدن رو شروع می‌کنن، همیشه در جدل بودن. لیلیت خودش رو برابر با آدم و شاید حتی بالاتر از اون می‌دیده و آدم هم مدعی بوده که لیلیت باید تابع اون باشه. در نهایت لیلیت اسم اعظم رو به زبون میاره و میتونه از باغ عدن بیرون بیاد. اینجاست که لیدی اشتون این سوال رو مطرح میکنه که لیلیت از کجا اسم اعظم رو میدونسته و خودش هم توضیح میده که به نظرش لیلیت به حدی برای خدا یا همون خالقش عزیز بوده که بهش اسم اعظم رو یاد داده بود و همین نشون میده که جایگاهش بالاتر از آدم بوده. جزئیات بیشتر داستان این که بعدش چطور حوا خلق میشه و لیلیت به کجا میرسه رو میتونید توی ویدیوهای قبلی ببینید. اما همین که لیلیت حاضر نمیشه حرف خدا رو بپذیره و پیش آدم برگرده، ولی باز نه فقط زنده میمونه بلکه عمر جاویدان پیدا میکنه، حمله بر ارزش بالایی میشه که پیش خالقش داشته. باز هم شاید بهتر باشه تکرار کنیم که اینا همش اسطوره و افسانه‌های قدیمی هست و هیچ وقت به عنوان واقعیت قبولشون نکنید. اینها صرفا داستان‌هایی هستن زایده تخیل انسان‌هایی که هزاران سال قبل زندگی می‌کردن و اصلا با دید منطقی باهاشون برخورد نکنید. اما کسایی که اون موقع به این داستان اعتقاد داشتن خیلی از اتفاقای عجیبی رو که براشون پذیرفتنی یا قابل توجیه نبود به لیلیت ربط میدادن. مثلا مرگ نوزادان در روزهای اول بعد تولدشون رو کار لیلیت میدونستن و برای دور نگه داشتنش دست به دامن طلسم و جادو میشدن. یا لیلیت رو ساحره میدونستن که میتونسته تو بدن زنهای دیگه حلول کنه و باعث بشه اونها رفتارهایی از دید جامعه اون روز غیر متعارف داشته باشن. مثلا دنبال استقلال خودش شون باشن یا در اظهار نظرهاشون و موقع حضور در جامعه در جمع مردم با اعتماد به نفس عمل کنن. به اعتبار همین باورها بوده که در قرون وسطا زنان دگراندیشی که مثلا دنبال برابری با مردها بودن یا توی جامعه نفوذی بیشتر از مردها پیدا میکردن جادوگر خونده میشدن. خیلی از این زنها زنده به آتیش کشیده شدن یا به شکل فجیع توی رودخونه غرقشون کردن یا دارشون زدن تا مثلا روح لیلیت از جسم این زنها خارج بشه. روایت ها درباره سرنوشت نهایی لیلیت هم خیلی یک دست نیست. یه داستان اینه که لیلیت با سمایل از فرشته‌های مقرب خدا ازدواج میکنه. البته سمایل چهره ضد خدا هم داره و روایت ها درباره ماهیت این فرشته متفاوته. در یکی از روایت‌های آفرینش اومده که سمایل با وسوسه لیلیت به شکل مار در میاد، به باغ عدن میره و هوا رو وسوسه میکنه تا میوه ممنوعه رو بخوره. لیدی اشتون به عنوان یه چند خدای معتقد باور داره که رقص یکی از راه‌های ارتباط با لیلیت هست و حتی چند رقص آینی رو هم معرفی میکنه. به نظر اون خیلی از تمدن‌های که هم برای ارتباط با لیلیت به عنوان ایزدبانوی عشق و باروری مراسمی ویژه داشتن. از جمله گروهی از بومیان آمریکای شمالی مراسم سالانه برای رقص مار دارن که همون جشن باروری زمین هست. توی مراسم مارها بین رقاص‌ها دست به دست میشن و در نهایت در زمین‌های کشاورزی رها میشن تا داشتن محصول زیاد رو تضمین کنن. رقص سنتی زنان اندونزی هم برگرفته از حرکات مار و نوعی بازمانده از باورهای کهن مردم این منطقه خونده شده. به کتاب که برگردیم، لیدی اشتون معتقد با اینکه لیلیت اولین زن سرکش تاریخ بشر بوده، کسانی که مذاهب معاصر رو شکل دادن شخصیتونو کمرنگ کردن و حتی کلن ندیده گرفتنش برای اینکه بتونن زنها رو کنترل کنن و حتی بیشتر از اون نقش حوا رو به عنوان یه زن توی حبوط آدم بزرگ کردن. البته همیشه همه ادیان و مذاهب زنها رو درجه دو و بی ارزش نمیدونستن. پیتیا در نیایشگاه آپولون از جمله مثالهایی که نشون میده زنها در آیین‌های کهن مخصوصا برای چند خدا یا مقام والایی داشتن. پیتیا عنوان غیبگوی ارشد نیایشگاه بود و گفته میشد که پیشگوییاش با الهام مستقیم از آپولون از خدایان ارشد یونانی انجام میشه. مقام پیتیا همیشه به یه زن تعلق داشت و با مرگ هر پیتیا یه زن دیگه که برای مقام از کودکی یا حتی نوزادی آموزش دیده بود جانشینش میشد. لیدی اشتون توضیح میده که زنان روحانی آشنا با اسرار مخفی دنیا که مسئول نجات و رستگاری انسان هستن تقریبا در تمام آیین‌های کهن بشر حضور داشتن. از باکره‌های وستال در روم که مسئول محافظت از آتش مقدس بودن تا آیسیس ایزدبانوی مقدس مصر و پیتیا در یونان با
باستان. حتی اون اضافه میکنه که در عربستان قبل از اسلام هم ایزد بانوها مورد احترام زیاد بودن. از جمله لات که از مقدسترین ایزد بانوهای عربستان پیش از اسلام و یکی از سه بت مؤنث مهم مورد پرستش در مکه بود. یه نکته‌ای که برای ما هم تازگی داشت ارائه خدمات جنسی در نیایشگاه‌های ایزد بانوهای چند خدایان بوده، به این صورت که مردها میتونستن دخترها، زنها و کنیزهای خودشون رو به یه ایزد بانو اهدا کنن. خود زنها هم البته این اختیار رو داشتن که خودشون رو وقف خدمت به یه ایزد بانو یا یه ایزد بکنن. ویدئوی بعدی ما ادامه بر این بحث هست. یادتون نره مشترک بشین تا اونو زودتر از بقیه ببینید.